چرا گاهی یک آهنگ مدام در ذهن تکرار می شود؟ حتما برای شما هم پیش اومده که یه روزی ترانه خاصی به گوشتون خورده باشه و بعد از اون ترانه به مغز شما چسبیده باشه و در تمام طول روز توی مغزتون تکرار و تکرار بشه. برآورد شده که 90% مردم دست کم هفته یه بار کمابیش دچار همین حالت میشن. ماها ممکن است کنار این پدیده خیلی ساده عبور کرده باشیم و به اون فکر هم نکرده باشیم. اما روانشناسا از کنار اون بی تفاوت عبور نکردند و این پدیده را دستمایه تحقیقاتی قرار دادند. همراهان تکسان تیوی سلام. اگه براتون جالبه و بامزه که بدونین چرا یه آهنگی هم میچسبه به مغزتون و توی ذهنتون هی تکرار میشه، این ویدیو رو تا آخر ببینید. قبل از شروع ازتون درخواست میکنیم لطفاً برای حمایت از ما به کانال سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای جدید ما زنگوله رو هم روشن کنید. کرم گوش. مغز ما دستگاه گرامافون خودش رو با صفحه‌های خاص خودش داره. همه ما یه سیستم شخصی پخش موسیقی داریم که در خلوت به اون گوش میکنیم و مایه سرخوشی ما میشه. اما جنبه منفی این گرامافون درونی اینه که خودآگاه ما کنترلی روی انتخاب موسیقی ها نداره. ذهن ناخودآگاه ما خودش تصمیم میگیره که یه ترانه رو بی هوا انتخاب کنه و هر چقدر دلش خواست پخش کنه تا اینکه شما رو به کلی خسته کنه. روانشناسان اسم کرم گوش رو برای این موسیقی ها گذاشتن. بر اساس تحقیقی که در سال 2009 انجام شد، مشخص شد که این کرم گوش ها میتونن چند دقیقه تا چند ساعت دوام داشته باشن و بعضی وقتا هم آزاردهنده میشن. عوامل گیر افتادن یک آهنگ در ذهن. محققان دو عامل برای گیر افتادن یک آهنگ در ذهن شناسایی کردن. یکی از اونها تکراره. این عامل به زمان گوش دادن یک آهنگ و دفعات تکرار اون بستگی داره. دومین عامل همخوانی هستش. یه وقتایی محیطی که در اون به موسیقی گوش میدید به عنوان محرک عمل میکنه. همخوانی آهنگ با چیزی که در اطراف شما اتفاق میفته باعث میشه که با قرار گرفتن در شرایط مشابه آهنگ رو به خاطر بیارید. عاشقان موسیقی. رابطه محکمی بین افرادی که اهمیت زیادی برای موسیقی قائلند با توالی و تکرار آهنگ در ذهن برقرار هستش. افراد علاقه‌مند به موسیقی بیشتر به آهنگ‌ها گوش میدن و همین امر موجب تکرار شدن بیشتر آهنگ در ذهنشون میشه. شخصیت‌های وسواسی. افراد وسواسی نه اینکه فکر کنید به شکل بیمارگونه ها، نه. این آدم ها بیشتر دچار پدیده به دام افتادن و تکرار آهنگ در ذهن میشن. در بعضی موارد گزارش شده که داروهایی که برای کنترل اختلال وسواس تجویز میشه به دام افتادن آهنگ ها رو هم کاهش داده. افراد خسته و مضطرب. آهنگ های سمج بیشتر به سراغ افراد بیکار، خسته و مضطرب میان. در این حالت ها سیستم دفاعی مغز اونقدر ضعیفه که یه آهنگ به راحتی میتونه کنترل ذهن رو به دست بگیره. داستان های نویسندگان معروف. جالبه که بدونید که مارک توین و آرتور سی کلارک داستان های کوتاهی نوشتن که موضوع اونها کرم گوش هستش. مارک توین در سال 1876 داستانی به اسم کابوس ادبی نوشت که در اون در مورد نویسنده‌ای نوشته که روزی مبتلا به کرم گوش میشه، طوری که از کارش هم به طور کل میمونه تا اینکه مثل یک بیماری این مشکل رو به دوستش سرایت میده. آرتور سی کلارک هم در سال 1956 یه داستان علمی تخیلی کوتاه نوشت که در اون دانشمندی تلاش میکنه ملودی کاملی تصنیف کنه که به خاطر جور بودن با ریتم جریان الکتریکی مغز تا ابد در ذهن شنوندگان تکرار میشد. این دانشمند موفق میشه، اما با تمام شدن کارش او دچار اختلال کاتاتونی میشه، یعنی دچار بهت کامل میشه و دیگه هیچ حرکت خارجی نمیتونه بکنه. به نظرتون کرم گوش مثل بیماری های مصری هستش؟ آخرین باری که گرفتار کرم گوش شدیم با کدوم آهنگ بوده؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً و حتماً لایک کنید.
ممنون که با ما همراه بودین.